شما جبهه ملی رو نمیدونم اطلاعیش رو دیدید. جبهه ملی در داخل کشور یه اطلاعیه داده تحت عنوان تهدیدهای دولت امریکا، تهدید زندگی مردم ایران. اصلا عجیب و غریب این اطلاعیه، گویی که انصار حزب الله علیه امریکا نوشته. ابتدای مطلب رو شما میخونی، ببینید من اول یه توضیح رو بدم بعد راجع به این مسئله میخونم، از روش میخونم براتون. حالا بذارید من این مورد بگم خدمتتون. ببینید ما اصلا چیزی به نام، ببینید جبهه یعنی چی؟ جبهه در واقع تشکیل میشه از چند حزب، گروه، سازمانی که بر اساس یک سری یک برنامه مشخصی دور هم جمع میشن، میشه جبهه. جبهه ملی در دوران مصدق، آن جبهه ملی چندین سازمان و گروه بودن با هم برای ملی کردن نفت دور یه محوری با هم تشکیل جبهه دادن. جبهه حزب نیست دوستان، جبهه مرکب از چندین حزبه. من میخوام ببینم این جبهه ملی، ببینید اون کسا یه آدمایی که تو اینا هستن، یعنی نمیدونن معنی جبهه یعنی چی؟ بلاز حقوقی نمیفهمن جبهه یعنی چی؟ جبهه یعنی چی؟ یعنی یه حزب؟ جبهه تشکیل از چند حزب بده؟ کدوم حزبی تو ایران هست؟ کدوم فعالیت حزبی رو شما دارید؟ آیا جبهه ملی یا احزاب مخفی ناشناس عضو جبهه ملی هیچ کدوم شد یه کار دارن؟ کنگرهشون کجاست؟ اعضاشون کیان؟ تشکیلاتشون کجاست؟ دفترشون کجاست؟ فعالیت حزبیشون به چه شکله؟ آخه آقایون، خانوم ها، حقبازی تا کی؟ بابا ما یه رژیم حقباز داریم، شما چرا حقبازی میکنید؟ اگر جبهه نیستید، اگر حزب نیستید، اگر امکان فعالیت تشکیلاتی ندارید، اگر امکان ندارید دور هم جمع بشید، اگر امکان ندارید سخنرانی بذارید، برنامه به تشکیل بدید، چرا به خودتون میگید حزب؟ چرا مردم رو فریب میدید؟ چرا نیروها رو فریب میدید؟ چرا سد راه مردم میشید؟ چرا به حق بازی های رژیم دامن میزنید؟ ببینید اینا سر به زنگاه ها، امثال این جبهه ملی ها و این احزاب و گروه های اینچنانی یهو از خواب زمستانی بلند میشن، یه اطلاعی شد و غلاز. اینا رو نگاه کنید همشون بالای میانگیشون برای 70-80 سال باشه، میان میپرن بیرون. اینا عزیزان شما در خدمت وزارت اطلاعاتی، در خدمت ولایت فقیه، در خدمت نظام اسلامی هست. آیا شما رو نمیبرن با تو برخورد کنن؟ معلومه که میبرن. آیا وزارت اطلاعات براتون مأمور به پا نمیذاره؟ معلومه که میذاره. آیا تهدیدتون نمیکنن؟ آیا خط ربطتون نمیدن؟ معلومه که میدن. شما چرا وارد این بازی میشید؟ وقتی نمیتونی فعالیت کنی معلق کن. شما این سر داستان حرف نزنی میگن لاله، شما سر سر جای دیگه پیداتون نیست. این همه اقدامات داره انجام میگیره تو کشور، این همه جنایات داره انجام میگیره. این جبهه ملی مرده خفه خون گرفته بود بچه های مردم بشه تجاوز میکردن؟ این جبهه ملی مرده خفه خون گرفته وقتی اسبای کولبرا رو همه رو کشتن؟ این جبهه ملی مرده خفه خون گرفته وقتی کردها رو میکشنشون؟ بعد کول برای بدبختی که میرن نمیدونم یخچال بار میکنن و نمیدونم چند صد یهو میبینی کیلو بار میذاره رو دوشش یارو میاد، خجالت نمیکشین؟ چون اونجا لالید، اینجا که میرسه یه خوب یادتون میفته. این جبهه ملی لاله، این رژیم نیروهاش توی سوریان شما برید نگاه کنید فیلم صحبت علی لاریجانی رو، میگه ما هرچی پول داشته باشیم، اسلحه داشته باشیم، نیاز به حمایت سیاسی و ایدئولوژیک باشه از فلسطینی میکنیم، از مردم غزه میکنیم. آقای جبهه ملی خفه خون گرفتی بگید به تو به چه حق سرمایه های ملی رو میبری جایی دیگه خرج میکنی؟ از مردم چه اجازه مردم به تو دادن که پول رو مملکت ببری جای دیگه، ایرانی رو ببریش تو، سرمایه ایرانی رو ببری تو
سوریه به کشتن بدید؟ این جبهه ملی کجاست اون موقع؟ چرا خفقون گرفتید؟ این جبهه ملی تو کشتار 67 کجا بود خفقون گرفته بود اون بچه مردم کشتن؟ این جبهه ملی خفقون گرفته بود چرا موقعی که نوار صوتی آیت الله منتظر 30 سال پیش نمیدیسی؟ الان چرا نگفتی؟ خفقون چرا گرفتی سر نوار صوتی آیت الله منتظر؟ چرا خواهر مجازات خاطیان نشدی؟ چرا محکوم نکردی کسایی که تو اون نوار دارن اونجوری حرفای جنایتکارا نمیزنن؟ اهرمای قضایی دستشون. آقا نمیتونی خفقون بگی؟ حرف زدن مشکله، حرف نزدن که مشکل نیست که، ساده است. بشین خونهاتون. چطور هر جا که میشه؟ آقا ما که از شما انتظار نداریم که چرا اسلحه دست نگرفتی؟ یا آقا خانوم چوب زیر بغل رژیم نشو، سر به زنگه ها به خدمتش در نیا، اطلاعیه داده. بذارید من یه چند خطشو بخونم. با روی کار آمدن دونالد ترامپ عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و اتخاذ مواضع خصمانه نسبت به ایران، همراهی و همدلی دشمنان تاریخی ملت ایران در منطقه و دستبندی های اونها را پدیدار ساخته است. در این راستا سخنرانی جنجالی و تهدیدآمیز آقای پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده علیه ایران و صدور همش هم میگه ایران، نمیگه جمهوری اسلامی ولی فقیه مسلمین جهان، و صدور دستورالعمل 12 گانه تبختر معابانه او عاری از نزاکت سیاسی و دیپلماتیک مبتنی بر خواسته انجام اموری متناقض با حاکمیت ملی ایران پیامدی بس نگران کننده و دور جدیدی از تشنج آفرینی در ابعادی بسیار گسترده‌تر از گذشته برای منطقه را در پیش خواهد داشت. ببینید اینا بی‌شرمن، همه اونا که نمزه کردن جبهه ملی ایران بی‌شرم و بی‌حیان. حاکمیت ملی ایران با رأی شما یا هر کسی به ولایت فقیه زیر سوال رفته. حاکمیت ملی ایران، شما حقوقدانید؟ نمیدونید ملت ایران حاکمیت ندارن، ولایت فقیه حاکمیت داره؟ اینو نمیفهمی؟ این اولیش. دو، بر فرض اون حاکمیت ملی که داداش ادعا میکنید خواستار این که بشن از بیرون بیان از سوریه، نقص حاکمیت ملی مردم ایرانه؟ شر بر شما. دخالت نکردن در عراق، اجازه بدن برای اینکه جیش شعبی خر سلاح بشه، نقص حاکمیت ملی ایرانه؟ موشک نفرستن به اسرائیل، نقص حاکمیت ملی ایرانه؟ از حوثی ها دفاع نکنن تو یمن، دخالت نکنن، نقص حاکمیت ملی ایرانه؟ خالص نابودی اسرائیل و عربستان رو بران نشن، این نقض حاکمیت ملیه؟ به تروریست ها و حزب الله و حماس خرج نکنن، حمایت نکنن، این نقض حاکمیت ملیه؟ شرم بر شما، شرم بر این جبهه و بر این ملی و ملی گرایی. و بعدم نگاه کنید آخر سرش انقدر این داستانا رو میارم میبافم، آخر سرش هم یه انتقاد یه لغنی هم به رژیم میزنن برای اینکه بالانس بشه. این حقه با ببینید برای رژیم که نمیتونه که، ببینید رژیم که نمیتونه که همه اون اطلاعیهی که بسیج میده، بسیج سابج بلاغ میده رو که جبهه ملی بده که، ولی اون نصف اصلی اولیه همون حرفای بسیج سابج بلاغه، همون نمیدونم انصار حزب الله اصفهان، همون نمیدونم حزب الله نجف آباد، یا نمیدونم قوم، نمیدونم فلان جاست، تهش انتقادات شروع میکنن که مثلا چیه به رژیم بالانس بشه. اینا حقوقوازیه، اینا شیادیه، ممکنه چهار نفر رو فریب بده. ولی خودتون که میدونید حق بازید، خودتون میدونید که اینو برای خوش آمده کی دارید میدونید. خودتون آقا شما وقتی اسمت حق بازیه بگی جبهه ملی، یه مقیش چی بگی؟ شما که جبهه نیستید، شما در معرفی خودت صادق نیستی، چرا باید بقیه چیزاتون رو بپذیرم؟ بله.